خوش آمدین هموطنان عزیز، آرزومند هستم تا ایدن با ما بوده باشین و ما تنها نگذاشته باشین. داشته های بخش پیامخانه تقدیمتان شد و حالا هم مهمان عزیز در کنار ما هست. بله، در این بخش برنامه هم خوشبختانه با بانو نیلوفر یوسفی فعال حقوق زن در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در مورد حقوق بانوان در جامعه، یک از چی حق حقوق برخوردار هستند و تا حالا چقدر تانستن به حق حقوقشان دست پیدا کنن، بیشتر صحبت ها را با بانو یوسفی می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. بار سلام خدمت شما بیندگان عزیز و فیلان بینده های کمی لحظه ما را می بینن. امیدوار هستم صبح با خوشی و با خوبی القاس کرده باشین. ممنون شما بانو یوسفی، خیلی خوش هستیم شما در کنار خود داریم. بیشتر صحبت در مورد حقوق بانوان در جامعه که چقدر توانستن دسترسی پیدا کنن به حق حقوق که حالا دارن و چقدر برشان داده شده این حقشون، از شما میشنه. ما از زمان گذشته، از گذشته تا حال، از یک زن افغان که از حقوق زیاد برخوردار باشد تا فعلا هم نیستن. همین بنیاد که 51% که ما ایجاد کردیم، ما هر روز شامل جنایت های مختلف بالای بانوان افغانستان می باشیم و از این نظر هر روز که من طرف دفتر میرم، بانوان زیاد از نزد ما میان و شکایت های از زندگی خود می داشته باشن و شوهرانشان ظلم و ستم بیشتر بالای انجام میتن. قسمی که دیروز یک برنامه داشتیم، یک بانوی افغان آمد اموج پالی مشش، ما گفتم چی گپ شده، دیدم که افکار از زیر طور شتوشو کرده بودن که آنها افکار بخی طالبانی شده بود. من پرسان کردم، گفتم در صورتی که خودت مخالف طالبا هستی، مگر تو با طالبا تو یک جای شدی؟ گفت طالبا پدر مکش مادر مکش، ما رسم اناش یک جای شدم. گفتم در صورت که او دشمن فامیل تو بوده و با فامیل تو چنین جنایت را انجام داد، فقط چطور؟ گفتم چطور توانستی همه طالبا یک جای شوی؟ گفت ما دادخواهی کردم، صدا بلند کردم، فقط کس آمد صدای ما نشنید. به این خاطر خواستم ما امروز یک جای شوم، مگر آنقدر او تحت کنترل خود گرفته بودن که ثانیه به ثانیه از این بازپرسی میکردن. یعنی بسیار زیاد در این شرایط افغانستانی که یک بانوی افغان خصوصا کار بکنه، در صورت که خود همین مردای افغانستان هست که باعث آزار و وضعیت همین زنان میشوند، مگر متاسفانه یعنی ها اصلاح پذیری خود نبودن. بله، واقعا خوب میشه که نیلوفر جان، در مورد اینکه خودت هم یک دختر خانم هستی، بله، در جامعه امروزی افغانستان فعالیت داری، از اینکه چقدر خوشبین به این هستی که بیشتر بتونیم فعالیت ها و حقوقی که بانوان دارن در عرصه های مختلف حقوقشان برشان داده شد و بتونن یک حضور خوب در اجتماع داشته باشن. از شما بشن ببینین، زمان که بالای یک زن ظلم صورت میگیره، 50% خودش مقصر میباشه و 50% فرد که بالای ظلم میکند مقصر میباشد. زمان که بالای یک زن ظلم میشد، ما برشان یادآوری میکنم که چرا شما دادخواهی نمیکنین، چرا صدا بلند نمیکنین. مگر زمان که خودشان میگن میگه اگر ما دادخواهی هم بکنیم و یا صدا بلند بکنیم، کسای ما رو نمیشنوه، مجبور میشیم که ما دوباره سکوت اختیار کنیم و در کنج خانه بشینیم. گرچه همیجا بانوان زیاد میان، شکایت های زیاد می داشته باشن، ما در حدود بالاتر گفته نمیتونیم، از 100% 15% ما توانستیم اینها را حمایت داشته باشیم از اینها. از این نزدیک روزانه میان شکایت میکنن که من میخوایم از شوهر خود طلاق بگیرم، مگر شوهر ما از ما اجازه میگه، به ما اجازه نمیده. زمن از ما برش یادآوری میکنم که ما با تو وکیل میگیرم، زمن از بیا تو همین شکایت هایی را که میکنی و می داشته باشی، ما امرای وکیل گپ بزنم، من میشم صحبت میکنم. در دو از این فردی خانم ها رو ما توانستم که از حقشون دفاع بکنم و زمن از به یک فقط چیز اصل نمیشه. وزارت امور زنان میگن که ما بختر زنان کار میکنیم، مگر در اصل ما نمیبینم که بختر یک زن بیا کار بکنه. پروژه ها گرفته میشه، از کشورهای خارج فن گرفته میشه، مگر توجهی بشه طرف زنان افغانستان نمیداشته باشن. ما مجبور میشم که باید دادخواهی از اینها بکنم و از نظر صدای مام شنیده نمیشه. ما ادمی روزا تصمیم دارم که یک قیام بکنم و افرادایی که 200 خانم با خود جمع آوری کردیم که در نزد امور زنان بریم و از اینها سر از اینها یک مظاهره داشته باشیم. خیلی خوب و ان شاءالله که این برنامه شما موفقانه پیش بره، چون همه ما شاهد هستیم که کار درسته و بانوان تا اکنون صورت نگرفته و بالاخره یک شخص نه یک شخص، یک بانوی نه یک بانوی باید بلند شود تا بتونه صدای دیگر ها باشه. خب خودتان بجز از این برنامه که حالا داینده دارین، دیگه چی کارهایی را به بانوان انجام دادین و نهادتان چقدر فعال بوده؟ من این ظرف یک هفته پیش من یک سفر داشتم طرف کشور آلمان، وقتی همی خانمای افغانستان بود که ما اونجا تحریزی های زیاد را کردیم و طرحی که داشتم برشان ارائه کردم، از اون نزود همی در حدود دو ماه بعد بخیر من نتیجه میگیرم و فعالیت های بیشتر وقتی بانوان افغانستان می داشته باشم و همین نهاد را هم که جور کردیم که تقریبا اونجا 60 خانم حضور دارن و می خواهیم گنجایش از این را بیشتر بسازم انشاءالله.
بسیار خوب. خب نیلوفر جان، در قسمت مشکلات بانوان، چون خودت سرکار و بیشتر با خانم ها هستی و همچنان خانم هایی که با شما کار میکنن از هر طبقه یا از هر قشر از همون مشکلات بخصوص خود برخوردار هستن، زمانی که با این خانم ها خودت صحبت می داشته باشی، بیشتر از کدام مشکلاتشان زیاد شکایت دارن؟ از اینکه حق حقوق درست در خانواده ایشان برشان داده نمیشه و یا که در اجتماع بر اونا مزاحمت بیشتری وجود داره و نمیتونن فعالیت های درست داشته؟ ببینین، اول اشتباه از خود فامیلا می باشه. فامیلا گرچه دخترانشان زیر سن می باشند، از دخترای بوده که 12 ساله 14 ساله بودن، اینها رفتن ازدواج کردن تمام اینها، و امی فیلان هم که می 60 خانم که اصلا متاسفانه می بیم 60 خانم هر کدام از در سن 12 سالگی الا 14 سالگی یا ازدواج کردن. امی فامیلا باعث سازی شده که بالا یک زن افغان ظلم صورت بگیرد و یا پدرانشان نخواستن که اینها ادامه تحصیل بدن. ببینیم در فیلان هم چنین جنایت هایی را ما در کشور خود می بینیم. دختر خانم هایی هستن که می خواهند قصد تحصیل دارن، مگر فامیلاشون اجازه نمیتن، میگن اگر بیرون رفتی یا از امنیتی و یا خراب است، و یا میگه جامعه امیر به ما اجازه نمیده که دختران خود طرف روان کنیم، مگر این جامعه را کی خراب ساخته؟ خواهیم مردای افغانستان بوده خراب ساخته. اگر اینا چشم خود را کور بیندازن و طرف ناموس ننگ ناموس یک نفر دیگه نبینن، کی خواه میخوان که باعث آزار وضعیت یک زن افغان شوند؟ بله واقعا، چون ما چمدید خود هم میگیم که در شهر بازار زمان که یک بانو گشت گذار میکنه، باعث اذیت آزار هم و یعنی خیلی اذیت آزار میشه. بله. و ما خودم شاید بودیم و خودم دیدیم. شاید زمانی که اگر کسی یادآور میشد، اگر بچه‌م خود نمیدیدم میفتم شاید این گونه نباشه. بله. اما زمانی که در این جامعه ما زندگی میکنیم با این خبر مشکلات زیاد به عنوان متقبل هستن، باید بالاخره یک کار نه یک کار امور زنا هم داشته باشه دیگه هستن. چون من زمانی که خودم شخصا با یکی از سخنگویش بود در همین جا حضور پیدا کردن، گفتن ما این مشکل حل کردیم، اون مشکل حل کردیم، و زمانی که خیلی ها زیاد بالاشون فشار آمد، گفت ما تمام مشکلات بانوان حل کردیم. کسان که صدا بلند میکنن، اونا نتونستن خودشان به خود کار درست را انجام بدن. هیچ کاری نمیتونن بکنن. این گپی است که ما مردم شعار دادن از یاد داریم، شعار زیاد میدیم، اگر در عمل هیچ هستیم. امی دیروز برنامه احمد ولی مسعود بود در هتل کانتیننتال بود که اونجا رفتیم، 8 مرد گپ زد، 8 مرد گپ زد، مگر یک خانم افغان حق ندادن. آخر نشد، ما صدا بلند کردم، گفتم در صورت که شما 8 مرد حق دارین که گپ بزنن، شما گفتم حق به یک خانم افغان نمیتونه که موجه استاد شود، بیاین از حقوق و حق حقوق خود دفاع بکنن. بعد از او اونجا یک خانم های دیگر نیز استاد شدن و از خود دفاع کردن، گفت ما اجازه بدین. در صورت که باز خودم صدا بلند کردم، یک خانم افغان اجازه دادن که بیاین اونجا گپ بزنن. دقیقاً، واقعا مشکل ساز هست، ما در هر عرصه میبینیم و شاهدش هستیم. خب میخوایم به عنوان یک دختر خانم که از همین قشر از بطن جامعه هستی، در مورد مذاکرات صلح که حالا هم جریان داره و بعد از اینکه اگر صلح سرتاسری یا صلح دائمی پایدار شود، چقدر اطمینان و باور به این دارین که همین زحماتی که تا حالا در طول یعنی سالهای زیاده متقابل شده و فعالیت دارین به خاطر رشد استعداد خانم ها و به خاطر حضورشان در اجتماع، چقدر فکر میکنین که بعد از آمدن صلح هم در همین حالت و بیشتر و خوبتر از ایالت بتونن فعالیت داشته باشه؟ ما خودم صلح هم نمیبینم که در افغانستان بیاد، در صورت که مذاکرات بین از این افراد کش رفته بودن شدن، مگر که نتیجه موثر نگرفتیم. دیدیم که ما شاهد انفجار در پانتون و کابل و نی همچنان حمله که بالای یماس یواش شد، یماس یواش فرد بود که همیشه از قد های جامعه میگفت، مگر فرد بود که قد جامعه را میگفت او را به قتل رساندن. ببینیم چنین شرایط ما داریم، و از نظر ما کدام اثر مسئولیت جدید را من نمی‌بینم که طرف ازی که صلح در افغانستان بیاد و یک بنی افغان بتواند کار بکنه و هیچ وقت دشمن دوست یک افغان نشده. به این ترتیب من کدام آینده درخشان نمی‌بینم. خب بانو یوسفی، میخوایم در مورد پلان های زیاده که با آینده دارین، بخصوص با بانوان عزیز، با جز یک پلان که شما یادآور شدین، دیگر چی پلان های روی دست است که با بهبود کار و زمینه خوب کار فراهم شد با بانوان و بتونن زندگی خود خیلی خوب پیش ببرن، نه از این همه مشکلات که حالا ما همه ایم سر دچار مشکلات خیلی زیاد هستیم. شاید زمانی که از خانه بیرون چی یک آقا باشه یک بانو باشه، در کمر خود همو یک گپه بسته میکنم، مبرای میگه که بله من شاید زنده نبیم، پس در خانه بر نگردم تا شامه، که خیلی دشوار است و همیشه دردآور است به همه، نه تنها به بانوان، شاید با خانه هم مشکلات زیاده باشه. پس مشنید یه مورد از شما کشم جان، بعد پیشتر یادآوری کردم که امی سفر که داشتم ما طرح های زیاد را به مردم آلمان دادم، و از این بعد از دو ماه بعد من تصمیم گرفتم که یک نتیجه بگیرم، یک مکتب بخترمی تا به می یک مکتب می خوام بخترمی خانم های افغانستان ایجاد، البته خانم هایی که بی ظرفیت هستن و بی سواد هستن می خوام ایجاد بکنم، و از این نظر بعضی پلان های دیگر نیز دارم که ان شاء الله یک بار نتیجه بگیرم بعد از اون که عمل کردم و شما یادآوری می کنم جدا، چون من شعار دادن از زیاد خوش ندارم که شعار بده مگر در عمل هیچ نباشم.
بسیار خوب. بسیار خوب. همچنان از تاثیرگذاری نهادها، سازمانهایی که به خاطر رشد استعدادها و به خاطر ای که بتونن یک معلومات بیشتر ارائه کنن و همچنان بتونن خانمها، جوانان در رسته های مختلف بیشتر فعالیت داشته باشه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ تاثیرگذار در صورت می داشته باشه که یک نفر بیاید یار حمایت بکنه. و ضمن از تا فعلا ما کدام حمایت نمیریم. حتی دولت که دولت ماست، دولت هم گفته نمیتونیم، حکومت گفته میتونیم، چون دولت تمامش مربوط مردم میشه. حکومت ما کدام دسترسی کامل که باید یک زن افغان کار بکنه و ضمن از پروژه های را باید به خاطر زن افغانستان ایجاد بکنن نداشتن. و این بیکفایتی حکومت ما بوده که حکومت ما کدام توجهی نداشته. به نام زن گفتم پول میگیرن از هر طریق، حتی کشورها سالانه به میلیون ها دلار اینها روان میکنن، مگر به خاطر زن افغان اینها کار نمیکنن. خب ممنون از شما بانی یوسفی هستی که تشریف آوردین. همیشه موفق باشین. سلامت باشین. ممنون. سلامت. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. ما رو همراه باشین و تنها نگذارید.